خداوندا در این دنیای بیرم وجودم را به دستت می سپارم، به تو محتاجم و بی تو من هیچم، به لطفت روشن است شبهای تارم، دو دستم می آید به سویت، بگیر و مایه آرامشم باش، تو ای سنگ صبور مهربانم، تقاضای دعا و خواهشم باش. خداوند زمین و آسمانی، تو حاکم بر امور این جهانی، مرا فرمان گذار درگهت کن، تو ای عشق عظیم جاودانی، تو ای عشق عظیم جاودانی. من علی ام از استان گیلان. یه بیماری صعب العلاج داشتم که به خاطر اون توی بیمارستان بستری بودم. بعد از این بیماری هم خیلی رنج می‌بردم. پزشکام از به اصطلاح بهبودی و سلامتی من دیگه کلا ناامید شده بودن. در نهایت با دعاهای هفت استاد اعظم مورد رحمت خدا قرار گرفتم و شفا پیدا کردم و تونستم به آغوش پرمهر خانواده‌ام برگردم. سپاسگزارم از تو و باران نعمتت، از آرامشی که تو به من میدهی. این آرامش را از من نگیر تا به تو نزدیکتر شوم. چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط هستیم دست به دعا برداریم و راز و نیاز با خدا کنیم. این را میدانم که هیچ وقت انسان نمیتواند در همه حال شاد باشد، زیرا شادی ها در کنار غم هاست که معنا پیدا می کند و زیبا و زیباتر می شود. فقط از خدای مهربانم می خواهم که قدر درک حضورش را، قدر لحظه های حضورش را توی تمام لحظه های زندگی به تمام مخلوقاتش عطا کند، به همه مخلوقاتش عطا کند. عزیزای من، گلای من، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جای دنیا که هستین. مینا مددی هستم با برنامه علمی عبادی. میدونم خیلیاتون امروز روز بزرگیه براتون، به این دلیل که ساعت 1:30 شب استادای عزیز در آسمان کشور عزیزم ایران هستن. خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم. البته یه مقداری هم میشه گفت خودم بغض گلومون گرفته، به این دلیل که خودم هم دلم میخواست اونجا بوده باشم پیش شما عزیزانم. نازنینای من، گلای من، خیلیاتون بودین که تلفن زدیم و گفتین برامون اگه امکان داره ساعت 1:30 شب در مسجد شم روشن بشه، اسماتونو داریم و بله نازنینای من هستیم که در خدمتتون و برای شما عزیزان من شم روشن بشه و انشاءالله موقع عبادت ها اسم شما نازنینای من، خیلیاتون اسماتون خوب طبیعتاً هر کس که زنگ زده اسم داده و هزینه ای رو پرداخت کرده برای بچه‌های خیابونی، دستون درد نکنه، نازنینای من هستیم که انشاءالله ساعت 1:30 شب، البته به وقت کشور عزیزم ایران ساعت 1:30 شب، نازنینای من هستیم که در خدمتتون باشیم انشاءالله با نور الهی، با لطف پروردگار. خیلیاتون زنگ زدیم و گفتیم که ما چه نشونه هایی رو ببینیم که مطمئن بشیم که استادای عزیز هستن ابرا. نازنینم عزیزم، وقتی به ابرا داری نگاه میکنی، وقتی میبینی داره حرکت ابرا انجام میشه یا آسمون یا ستاره ها داره تغییرات خودش انجام میده، اگه احساس میکنی نسیمی میزنه به صورتت، تا حتی زیر پوستت اونو احساس میکنی نازنینم، اون موقع مطمئن با چیزی رو که تو داری میبینی
نازنینم، استادای عزیز هستم. و چه آرزوهایی، بعضیاتون گفتی ما چه آرزوهایی رو به اصطلاح داشته باشیم. و اولا که نازنینای من، هر کسی آرزوش خودش میدونه، ما نمیتونیم اینو جوابگو باشیم براتون. بعدش هم که انشاءالله با نور الهی، با لطف پروردگار، تک به تکتون خدای مهربان کمکتون کنه. به چه نیتی میان نازنینای من بیشتر برای سلامتی و آرامش؟ ملت من بسیار بیقرار هستن، ملت من بسیار میشه گفتش که از نظر روحی خیلی عزیزانمون مسئله دارن، بسیار مشکل ساز هستن برای همدیگه. و به این امید که نازنینای من، مهر و محبت تو قلب دونه دونه تون باشه نازنینای من، و این چنین نباشه که خدای نکرده یه عده‌ای هم متاسفانه نازنینای من برای هم دیگه جادو میکنن. مسئله اصلی، مسئله ریشه ای عزیزای من، حسادت. و به این امید استادای عزیز، هفت استاد نازنین در آسمون کشور عزیزم ایران که هستن، که این شعلا مهر و محبت رو برای تک تک شما عزیزان من از پروردگار آرزو کنن نازنینای من. و از من سوال کردین که چه رنگایی رو ما بپوشیم. نازنینای من، گلای من، گفتیم که اگر دارید، اگه هست عزیزای من، میتونید آبی یا سفید استفاده کنید. اگه هیچ کدوم اینا نیست، سعی کنیتون نازنینم عزیزم، سعی کن که لباسی که فقط رنگ روشن باشه، مشکی نباشه، قهوه‌ای نباشه، سرمه‌ای نباشه. امیدوارم که شما عزیزای من، شما میزبانای عزیز، فداتون بشم که چقدر میزبان دارن استادای عزیز، قربونتون برم. و شما مهر و محبت ها، میدونیم، خبر داریم که خیلی ها به همون زنگ زدن و گفتن که در بالکن خونمون، در حیات خونمون، در آپارتمانمون سعی میکنیم که شمع روشن کنیم و قدردانی کنیم از نور الهی. سپاسگزارم از لطف و محبتتون و از میزبانی پر مهر و با شکوهتون. عزیزای من، گلای من، اینو مطمئن هستیم که شما نازنینا آرزوهاتون، درباره آرزوهاتون از من سوال کردین. هر آرزویی که در قلبته از نور الهی تقاضا کن. نگیم که کدوم آرزو، به خودتون بستگی داره. خطی بگیریم و با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمین. سلام عرض کردم. سلام و عرض ادب. سلام خانمم، حال شما خوبی نازنینم؟ سپاسگزارم مینه عزیزم. زنده باشین، قربونتون برم. بفرمایید. قربونتون برم مینه عزیزم. خیر مقدم عیدتون خیرم خدمت استاد عزیزم. زنده باشی عزیزم. فداتون باشم. من نوشته کوتاهی اگه اجازه بفرمایید براشون بخونم. لطف بفرمایید. ممنونم از لطفتون. بفرمایید خانم. قربونتون برم. ای نیک سیرتان، زیبایی را شما توصیف می‌کنید و به تعبیر عشق مکتوب کنید پاپیروس‌های کهن را و زیباترین سیرت را به تمجید بنشینید. ترانه سازی کنید که صدای شما صدای خداست. شمایان سراینده جمال خدا خواهید بود، شمایان سراینده جلال خدا خواهید بود. فداتون بشم، سپاسگزارم از لطف. قربونت برم با شعر قشنگ و پرمهر. ممنونم نازنینم. کشور عزیزم، فداتون بشم. کشور عزیزم ایران، اسم لطف بفرمایید نازنینم. از ایران عزیزمون تماس میگیرد. بله. دعا به نام زهرا، نام پدر رحمان، و از معجزه قدرت پنهان آقا مصطفی مهندس آرکیتکت بودند. بله. و به مدت 4 سال بیگناه در زندان بودند. ایشان چند تا ساختمان نقش کشی کرده بود اما دستمزد رو پرداخت نکرده بودند و همین دردسر بزرگی شد. آقا مصطفی خواهرشون رو از کشور خارج کردند که اگه اونو خارج نمیکرد خواهر هم به مشکل برمیخورد. دوستان آقا مصطفی که می دونستن اون بیگناه هست و انسان مؤدب و رئوفی هست، با هم به صورت جمعی هزینه آینه رو پرداخت کردن و درخواست و عبادت سستاده کردن. به لطف خداوند و دعای استادان گرامی از زندان آزاد شدن و نور الهی شامل حالشون شد. آقا مصطفی می گفت وقتی از زندان آزاد شدم به مامورا گفتم شما اشتباه می کنید، من باید 15 سال در زندان باشم. مامورا گفتن این شانس بزرگیه که قاضی حکم آزادی تو رو داده و باید تا قبل از طلوع آفتاب از اینجا بری. و می گفت من لباس معمولی هم نداشتم. یکی از ماموران پیژامه و تیشرتی براشون آوردن و می گفتن که از زندان که اومدم بیرون هنوز باورم نمی شد. پا
پلی در نزدیکی زندان بود، رفتم زیر پل و مدتی اونجا موندم. باز فکر میکردم که این پل نزدیک زندان و ممکنه مامورا پشیمان بشن و خواهم این جایی بگیره. که بگردم زیر پل باشه. دوباره از زیر پل اومدم بالا، خانواده ای نشسته بودم و منو صدام کردن و خواهش کردم با اونا غذا بخورم، که از من سوال کردن که چرا با پیژامو تیشرتی، خونت کجاست؟ گفتم من هنوز خونه ندارم و واقعیت رو تعریف کردم. خانواده گفتن ما میدونیم چه شخصی تو را از زندان آزاد کرده، بیا با هم نماز شکر بخونیم و از خداوند تشکر قدردانی کنیم. و پول و لباسی هم به من دادن و به من گفتن از این مسیر میتونی بری، دوستان تو منتظرت هستن. بعد از اون هرچه نگاه کردم اون خانواده رو ندیدم. دقیقا. مرسی نازنینم، سپاسگزارم که انقدر با دقت برنامه علمی عبادی تو میدونی. نازنینم عبادت برای چی میخوای خانمم؟ عشق و محبت. خدای مهربان عشق و محبت تو زندگی بهتون هدیه کنه. ازت یه سوالی میتونم داشته باشم خانمم؟ لباسی که این شب میپوشی چه رنگیه؟ جان؟ لباسی که برای استادای عزیز پوشیدین چه رنگیه؟ من امشب سبز کمرنگ پوشیدم، ولی که خب میخوام لباس سفیدم رو بپوشم. سبز کمرنگ هم قشنگه، اونم خوبه که عزیزم. آره سبز خیلی روشنه، بازه خیلی شیده. آره خیلی خوبه، انشالله که سبز بخت باشین، تمام زندگیتون خوشحالی باشه عزیزم مثل رنگ سبز. مرسی گلم، سپاسگزارم از لطفتون. خدا نگهدار. خوبتون برم. ممنونم از شعر قشنگتون. در ضمن شعرایی که گفته میشه اینا میمونه و به بهترین شعر جایزه ای هم در نظر گرفته شده. آره عزیزم، تقدیم به شما عزیزان بود. قربونتون برم، لطف دارید. من ذره از کارهای بزرگی که برای من انجام دارید نمیتونم جبران کنم. یه کوچولو تونستم. سپاسگزارم، لطف فرمودید عزیزم. قربون شما، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. خدا حفظت. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام مینا خانم. سلام عزیزم، حال شما خوبی خانم؟ من سلام عرض ادب دارم خدمت. زنده باشی عزیزم. جانم بفرمایید. برای دیدنتون لحظه شماره میخونیم عزیزم. قربونتون برم، لطف داریم، فداتون بشم عزیزم. جانم از کجا زنگ میزنی؟ از کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ عبادت میخواستم به نام روحانگیز. بله. نام پدر جلیل. از معجزه ها خانمم؟ از معجزه ها مینا خانم، فریبا خانم که در اون جمعه قبلی که استاد به کشور عزیزمون ایران تشریف آورده بودن، بله، به شما زنگ زدم که هیچ پولی برای نداشتن تو خونه، حتی برای خرید یه شیشه گلاب هم نداشتن. بعد میبینم که همسایه‌شون میاد یه شیشه گلاب برای پدرشون میاره، که فریبا خانم میگن که پدرم گلاب میخواد چیکار کنه. بعد میگه از پدرم اجازه گرفتم که از گلاب استفاده کنم، که همه گلاب را دور پشت بوم پاشیدم و یه ملافه سفید رو سرم نختم تا آخر واسیدم، ولی چیزی ندیدم. بعد میگه با خدا راز و نیاز میکنه که میگه که خدایا من که زورم به آینه نمیرسه، بعد به مهره معجزه هم نمیرسه، اگه استادان عزیز صدای منو میشنون خودشون رو به من نشون بدن. میگه داشتم برمیگشتم که دوباره دیدم که یه نوری به سرعت از جلو چشمم رد شدن. دوباره میبینه که 7 بار نوری دور سرش میچرخه. بعد فضای اون رو پسری که دوست داشته از اون خانم هم یه ذره با انرژی میتونی اینا رو عنوان کنی؟ خانم هم خیلی بی انرژی داری صحبت میکنی. امروز هم برای بیننده هامو خانمم یه لحظه منو گوش کن خواهش میکنم، یه لحظه وقتی یکی صحبت میکنه سعی کنیم دیگه تو حرفاش نریم، چون اون موقع شنونده خوبی نمیشی، میدونی؟ خانمم خیلی بی انرژی داری اینا رو همه رو داری عنوان میکنی، خوبه، ولی خیلی داری بی انرژی. و امشب امشب بسیار مهمیه برای عزیزانمون، برای بیننده هامون. نازنینم شما داری اینجوری صحبت میکنی، من حرفم که تموم نشد نازنینم، به من اجازه صحبت کردن نمیدی، درسته؟ حوصله ای منو نداری خانمم، با اجازتون شما رو قطع کنیم. باشه نازنینم، خدا نگهدارتون. بله عزیزای من، گلای من، ازتون خواهش میکنم لطف بفرمایید یه قلوب ما آب بخوریم. ازتون خواهش میکنم نازنینای من، سعی کنید با انرژی با همون صحبت کنید، سعی کنید عزیزانمونو بیننده هامونو نکنید که این چنین که انگار داستان برای بچت میگی. جز به اونایی هم هستی که داستان برای بچه بگی خودت زودتر بچه خوابت ببره. نه نازنینم، برنامه علمی عبادیه،
هر روز داریم باهاتون صحبت میکنیم، ازتون خواهش میکنیم که سعی کنید با انرژی صحبت کنید. برنامه علمی عبادی باید اینا رو سعی کنم نازنینم به گفت من نیست، به گفت اونهاییه که بهشون احترام میذاریم. لطف بفرمایید گوش کنید. و این داستان نیست شما داری صحبت میکنی دربارش، این واقعیت های معجزه های الهیه عزیزم. بس نازنینم سعی کن با انرژی صحبت کنی، راجب لطف خدای مهربان داری صحبت میکنی، راجب یه زندگی معمولی، راجب نمیدونم یه آدم پیش پا افتاده صحبت نمیکنی. امیدوارم که اینا رو درک کنی. خطی بگیریم و با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. جانم صدای منو داری؟ الو جانم بفرمایید. الو جانم بفرمایید. سلام خدمت مینا. سلام خانمم، حال شما خوبی نازنینه؟ جانم بفرمایید. خیلی ممنون، شما خوب هستید؟ فداتون بشم. طبیعتاً خوبم، ممنونم. فداتون بشم. سلام می‌کنم خدمت شما و هفت استاد عزیزم. فداتون بشم. لطف کنید. کشور عزیزم ایران تماس بگیرم. کشور عزیزم ایران. بله، به چه اسمی؟ به نام مریم، نام مادر اکرم سادات. ام معجزه ها آقا بابک عزیزم بودن که به هفت زبان دنیا صحبت میکردن ولی جزام داشتن، به لطف خدای مهربان و هفت استاد عزیزم شفا پیدا کردن. بله مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوان؟ سلامتی و آرامش مینای عزیزم. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو تو زندگی بهت بده. دست کلتو میبوسم، دست استادای عزیزم رو میبوسم. خداتون بشم. نور چشمی برام بالا ببرید. بر مینای عزیزم خیلی ما خوشحالیم که امشب مهمان داریم. خداتون بشم. قربونتون برم، شما میزبانان عزیز، مهمانان با ارزش. خداتون بشم. زنده بشین عزیزم. چه مهمونای کم خرجی هم هستن و فقط هفت تا قطره گلاب میخوام. عزیزم ایشالا ما قابل باشیم فقط. خداتون بشم نازنینم، مطمئنم هستید. خدا نکنه. خداتون بشم، خدا نگه. ایشالا که ما قابل باشیم. به امید خدا. پیش استادا، پیش خدای مهربا. نور چشمین تک تکتون عزیزای من، تک تکتون. قربون شما برم. روح ما هیتو میبوسم. خدا نگهدار. خدا یار نگهدار شما باشه. خدا نگهدار. خدای مهربان سلامتی و آرامش و برکت رو تو زندگی بهت هدیه کنه. نازنینای من، گلای من، برای چی استادای عزیز فرمودن که فقط هفت تا دونه عزیزانی که علاقمندن؟ بله خیلی ها گفتن که ما گلاب میخواییم بریزیم دور تا دوره، حالا بالکن، حیات، پشت بون، هر جایی که هستیم. بعضی ها گفتن که ما میریم تو پارکا به این دلیل که بتونیم مطمئن باشیم تمام آسمون رو میتونیم نگاه کنیم. الهی شد. و نازنینای من، استادای عزیز فرمودن نمیخوایم اسراف بشه. اگر عزیزان به حرمت نور الهی دارن گلاب میریزن، یادتون باشه چی گفتن. و نازنینای من تا حتی نگفتن برای ما، گفتن به حرمت نور الهی اگرم میخوان گلاب بریزن هفت قطره بس. انشاءالله که شما نازنینای من، شما عزیزای من در نظر بگیرین که استادای عزیز به چه چیزایی فکر میکنن. خطی بگیریم با شما عزیزا باشیم، انشالله که موفق و معین باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام علیکم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید، زنده بشیم برادر. حالتون خوبه؟ زنده بشیم. و هفت استاد عزیزم زنده بشیم. سپاسگزارم. ممنونم از لطفتون. بفرمایید. از کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران. بله، به چه اسمی؟ احمد، نام مادر هما. بله. اما معجزه ها بفرمایید. از معجزه در فرانسه 18 کودک کرلال بودن که به نور الهی و دعای هفت استاد عزیزم شفا پیدا کردن. بله. عبادت برای چی میخواین؟ عبادت برای برکت گشایی. خدای مهربان برکت بیاره تو این زندگیتون. به خدا میسلامتون. دست دوست های نورانی من میبوسم و برام بلند کنیم. زنده باشین. چشم. حتما عزیزم. خدا نگه دارتون. قربان تو خدا. خدا سایز. خدای مهربان برکت سلامتی آرامش رو بهتون هدیه کنه نازنینم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام خدمت مینای عزیز. سلام گلم. استاد بزرگ. فداتون بشم. حالتون خوبه؟ جانم بفرمایید. متشکرم، ممنون. شما خوب هستید؟ زنده باشید. کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. عبادت میخواستم برای فریبا. بله. نام مادر ایران. از معجزه ها نازنینه؟ از معجزه ها مادر عزیزی بودن که به خاطر بیماری سر بله کما رفته بودن
که به لطف پروردگار بر استاد بزرگ شفا یافتن. بله. عبادت برای چی میخوای نازنینم؟ برای برکت گشایی عزیزم. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگی. به خدا میسپارم. جانم، جانم. بفرمایید. اگر ممکنه، اگر میشه دست عزیزتون رو برای من بالا ببرید. چشم نازنینم. به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون نکنه. خدا نگهدار. خدای مهربان برکت سلامتی آرامش رو بهت هدیه کن عزیزم. نازنینای من، گلای من، باسم ممکنه خیلیاتون ندونی یا تازه تلویزیون رو باز کردیم، باسم عرض میکنم خدمتتون. عزیزای من، گلای من، استادای عزیز، از ساعت 1:30 شب به وقت کشور عزیزمون ایران تا ساعت 5 صبح در آسمان کشور عزیزم ایران هست. و عزیزانی که از اروپا دارن زنگ میزنن، نازنینای من، گلای من، عرض کنیم خدمتتون نیم ساعت قبل از این که به کشور عزیزم ایران، یعنی نیم ساعت قبل از ساعت 1 که شروع میشه، ساعت 5 تموم میشه، نازنینم نیم ساعت قبلش در اروپا شما عزیزانی که علاقمند بودین ببینین، میتونین ببینین آلمان، فرانسه و انگلیس. امیدوارم که شما عزیزای من که خیلیاتون بودین و دقیقاً اگه میخواین سوال کنین که دقیقاً مثال چه ساعتی فرانسه هستن، چه ساعتی انگلیس هستن یا چه ساعتی آلمان هستن، اینا مسئله مشخص نیستش، نازنینای من اطلاعی ندادن. بس تو این نیم ساعتی که قبل از اینکه به کشور عزیزم ایران تشریف فرما بشن در اروپا، شما عزیزا در این کشورها میبینینش. انشاءالله که موفق باشین و سپاسگزارم از نور الهی، از لطف پروردگار که عزیزای من، نازنینای من که چنین قدرتایی رو به 7 استاد عزیز هدیه کرده و عزیزانمون که مثل خود من مهاجر هستن، نازنینای من شانس دیدن استادا رو در آسمان هم داره. خطی بگیریم، با شما عزیزا باشیم، انشاءالله که دقت میکنید و مطمئنن با فردا طبیعتاً بسیار هستین که بهمون زنگ میزنید و میگید که چه معجزه های نور الهی رو دیدید. خطی بگیریم، با شما باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام، حال شما خوب هستین؟ من خوبم، شکر خدا. ممنونم از لطفتون. زنده باشید. قربانتون. خدمت حفاظت عزیز سلام میکنم، خیر مقدم میگم. مرسی گلم. آمدین شده به آسمان ایران. فداتون بشم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه بله. اسمی؟ عبادت میخوام برای تابنده. بله. نام مادر توران. ام معجزه ها؟ برادر عزیزم آقا رضا که مدت طولانی به مواد مخدر دچار شده بودن، با تهیه آینه و عبادت 3 ساعته با لطف نور الهی و عبادت 7 استاد عزیز بینای خود را به دست آوردن. بله. دیگه چی میدونی خانمم؟ دیگه علی آقای عزیز که از ذرات آهن در چشمان رفته بود نابینا شده بودن. بله. بعد با لطف پروردگار و دعای 7 استاد عزیز شفا پیدا کردن. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای؟ برای برکت گشایی. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگی عزیزم. خیلی ممنون قربانتون. خیلی خیلی خوشحالم که استادان عزیز شبیه به کشور عزیزمون پرواز دارن. بعد اگه لطف کنین دست مهربون تم برام بلند کنین. چشم عزیزم، چشم. خدا یارو نگهدارت. خیلی ممنون. متشکرم. روح ما از دور میبوسم. عزیزم فداتون بشم. قربان شما. خدا. خدا خدای مهربان سلامتی آرامش و برکت رو هدیه کنه به هد عزیز نازنین. جانم بفرمی. سلامت میکنم. سلام خانمم، حال شما خوبی نازنینه؟ جانم از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. عبادت میخوام برای رقیه مادر قشنگ. ام معجزه ها نازنینه؟ بله، در روستای کندر 60 نفر زندگی میکردن که در وسط اون روستا کوهی بود که همیشه اهالی از اینجا سر و صدای زیادی رو میشنیدن. بله. و همه با هم تصمیم میگیرن و با برنامه قدرت پیمان تماس میگیرن و همه با همکاری هم آینه تهیه میکنن که به لطف خدا و عبادت 7 استاد عزیز تمام اهالی صاحب گنجینه‌های بسیار زیادی میشن و از این خوشحال بودن که همشون ثروتمند شدن، ولی از این ناراحت بودن که از هم دور میشن. بله. اولا از هم دور میشن و نمیتونن هم ببینن. مرسی نازنینم. عبادت برای چی میخوای گله؟ برای عشق و محبت. خدای مهربان عشق و محبت رو نصیبت کنه عزیز.
خدا یار نگهدار. ممنونم از زنده بشی. خدا نگهدار. خدا حافظ زنده بشی. عزیزای من، گلای من، بله، باسم درباره این که شما عزیزا خیلیاتون سوال میکنید که درباره سرمایه گذاری و دست آوردن الماس خیلیاتون هستین اطلاعات کامل ندارید عزیزای من، و بعضیاتون هستین بهمون زنگ میزنید و میگید که خانم ما اونقدر پول نداریم ولی میشه یه تیکه کوچولوش از اون الماس ها رو ما داشته باشیم. عزیزای من، گلای من، اینجا عرض کنم خدمتتون، ما الماس فروش نیستیم، ما مغازه دار که نیستیم. نازنینای من، شما وقتی سرمایه گذاری میکنی برای به دست آوردن الماس، با نور الهی، با لطف پروردگار، نازنینم، تویی که به الماس دسترسی پیدا میکنی و تویی که الماس داری، نه ما، نازنینم، با قدرتی که خدای مهربان هدیه کرده به هفت استاد نازنین، با عبادت ها میتونی شما به الماس ها دسترسی پیدا کنی. بس امیدوارم از من یه موقعهایی سوالایی نکنین که واقعا به دلیل اینکه دقت به برنامه نکردین آشنایی نداری. این چنینه که شما سرمایه گذاری میکنی. حالا سرمایه گذاری که میگیم، بعضی از عزیزانمون میگن بس این محدودهی که الماس داره برای شما هاست. نه عزیزای من، نازنینای من، برای ماها نیست این محدوده. این محدوده قدرت نور الهی که خدای مهربان به هفت استاد نازنین داده. نازنینای من، استادای عزیز دیدن در این محدوده، شما عزیزا که علاقمند هستید میتونید به الماس دسترسی پیدا کنید. ولی هر کدوم شما عزیزا هم که میخواین دسترسی پیدا کنید، اینو بدونید برای وسایلی که لازمه، بله، سرمایه گذاری در از همون هزینه وسایلی تو عزیزم، وسایلی که لازم عزیزم باید استاد عزیز داشته باشه که به اسم تو عبادت بشه و الماسا رو برای تو، و کمترین شخصی که نازنینم به الماس دسترسی پیدا میکنه 500 میلیون دلاره. و امیدوارم که شما عزیزای من، یعنی چند میلیارد به پول کشور عزیزم ایران میشه، این برای کمترین شخصی که به دست میاره است. بس امیدوارم شما عزیزای من، نازنینای من، اگه ازتون سوال میکنیم میگیم که بله، سرمایه گذاریه به دلیل اینکه هزینه وسایلی که برای شما عزیزا تهیه میشه، طبیعتاً باید هزینش با خود شما عزیزا هست. به همین دلیل میگیم برای چی میگیم سرمایه گذاری عزیزم؟ به این دلیل که سرمایه گذاری داری برای زندگیت میکنی. نازنینم عزیزم، تو فکرشو بکن، مثال میخوای بری یه آسمان خراش بزنی، نازنینم، بس داری سرمایه گذاری میکنی براش. مثال تو میخوای بری شهرک سازی کنی، بس نازنینم برای سرمایه گذاری میکنی، درسته نازنینم؟ امیدوارم که اگه کلمه سرمایه گذاری رو بعضی از عزیزانمون میگن، خب شما که شرکت نیستید و ما که نمیخوایم برای مثال اینچنین سرمایه گذاری، مگه شما جزء از اون سهامو به ما میدین؟ نه عزیزم، جزء سهامو نمیدیم. تو وسایلی که لازم داری در اصل داری سرمایه گذاری برای زندگی خودت میکنی. بس امیدوارم اینو متوجه باشین گلای من، و اینچنین باشه که وقتی کلمه سرمایه گذاری رو عنوان میکنیم، یعنی برای زندگی خودت سرمایه گذاری میکنی، نه اینکه ما صاحب کمپانی باشیم و شما بخواین از ما سهام. نه عزیزم، امیدوارم اینو متوجه باشی. برنامه علمی عبادی، نازنینای من، اگه بعضی از کلماتو خیلی ساده به شماها سعی میکنه خیلی خلاصه برسونه، نازنینای من، اولا در این فکر هستیم که همه عزیزانمون به خوبی بتونن متوجه بشن، بعدش هم نازنینای من با قدرتی که نور الهی لطف پروردگار داده، ان شاء الله بتونن به بهترین موقعیت ها برسن. خطی بگیریم و باسم به شما بگیم که بین ساعت، عزیزای من، گلای من، بین ساعت 5 صبح تا ساعت 8 صبح هستیم که جوابگوی تلفناتون باشیم، برای اینکه نازنینم عزیزم میخوای سرمایه گذاری کنی به دست آوردن الماس، و امیدوارم اینو متوجه باشی که عزیزم هزینه ای رو که برای وسایلت داری، در از وسایل رو برای تو اینجا آماده میکنن، بله، هزینه زیادیه، و امیدوارم که وقتی به الماس ها دسترسی پیدا میکنی، خوشبختانه خوشبختانه، اینم میدونیم که نازنین من، عزیز من، الماس ها میتونی تا حتی در کشور عزیزمون ایران میتونی الماس ها رو به فروش برسونی. البته ازت خواهش میکنیم سعی نکن که بخوای یک جا بفروشی، واقعا چون اصلا کسی، من فکر نمیکنم پولشو داشته باشه بتونه ازت یک جا بخره، نازنین.
و خوشبختانه خوشبختانه عزیزانی که برای ثبت نام، برای به دست آوردن الماس میخوان شرکت کنن، قبل از هر چیزی امیدوارم صبر و صبوریشو داشته باشن نازنینای من، که بتونن ان شاء الله اینجوری نباشه که بخواین یک جا ببرن همه رو بفروشن. نازنین من، عزیز من، دقت کن، درسته با برنامه علمی عبادی به دست آوردی، ولی عزیزم نازنینم اگه تو بخوای یه تیکه کوچولوشم الکی از دست بدی، باور بفرمه ما آزرده میشیم. به این دلیل که عزیزم نازنینم حق توه، حق محرومینه. وقتی تو به گنجینه چند بیلیارد دلاری میرسی، چند بیلیاردی به پول کشور عزیزم ایران میرسی، خب نازنینم تازه اینو بعد اینجوری فکر کنی که چه مسئولیت سنگینی رو خدای مهربان پروردگار روشونت گذاشته، که حالا وقتی اینه که خدای مهربان این مسئولیت رو به تو داده، حالا وقتی اینه که مثال تو به 5000 نفر 6000 نفر کمک کنی عزیزم. بس امیدوارم اینو متوجه باشی. خیلیاتون هستین سوال میکنید، میگی خب به چه دلیل، برای چی این کارا رو میکنین، برای چی این، البته کار نیست و عبادت. امیدوارم جواب اون عزیزانمون باشه. و این عبادت ها نازنینم عزیزم به این دلیل که خدای مهربان پروردگار قدرتشو به 7 استاد نازنین داده که بتونن خدمتگزار محرومین باشن از طریق تو. پس امیدوارم نازنینم عزیزم، امیدوارم جواب خیلی از عزیزانمون که سعی میکنن که سوال پیچ کنن برنامه رو، نازنینای من امیدوارم اینو بدونن که خیلی خالصانه صادقانه میایم اینجا باهشون خیلی ساده جواباشون رو میدیم عزیزان. انشاءالله که متوجه باشن. و خوشبختانه خوشبختانه یه مسئله ای هم این سادگوییمون مسئله ساز شده نازنینای من، و طبیعتاً اینم میدونیم با قدرتی که خدای مهربان به 7 استاد نازنین داده، همین الانم مسئله داریم به دلیل اینکه با دولت ایران، البته به این دلیل که مهره مار افسانه‌ای دو سر رو میخوان، مهره مار سفید افسانه‌ای دو سر رو، مهرش رو 3 نفر میخواد نازنینای من، و متاسفانه صدای عزیزم میفرماین نه، و بسیار دارن در کشور عزیزم ایران دارن برامون شورش میکنن. البته یه عده ما داریم راجع به دولت صحبت میکنیم، و خوشبختانه خوشبختانه استادای عزیز میفرماین که قدرت الهی رو، قدرت لطف پروردگار رو این چنین بیشتر نشون میدیم به ایرانیا، که ماه یک بار در آسمان کشور عزیزم ایران به پرواز در میان، که این قدرت رو بیشتر و بیشتر بشناسیم، بیشتر و بیشتر بدونین نازنینای من. خدا رو شکر میکنم، سپاسگزارم، و زمین پروردگارم رو میبوسم که در این دنیای ماشینی چنین قدرتهایی رو به 7 استاد نازنین داده، که نازنینای من میتونن برای شما عبادت کنن، شفای لطف پروردگار رو بگیرن. و خدای خودم رو شکر میکنم و قدردان هستم که نازنینم، خیلی ها رو میدونم که میگن هر وقت که مینا راجع به این موضوع صحبت میکنیم، ماها پای تلویزیون هستیم، میشینیم و اشک خوشحالی میریزیم. آخه یک روزی ماها مثال قطن و خواب بودیم، آخه یک روزی مثال ماها در گوشه بیمارستان بودیم، آخه یک روزی ماها صاحب فرزند نمیشدیم، یک روزی از این دنیا کاملا ناامید بودیم، دیگه فکر نمیکردیم مثال بتونیم ازدواج کنیم. عزیزای من، گلای من، خدای مهربان و پروردگار رو شکر میکنم، سپاسگزارم از لطفش که در این دنیای ماشینی به همون رحم کرده. اینو خیلی خالصانه و صادقانه بگیم، به همون رحم کرده نازنینای من که چنین استادای عزیز رو به کمک بشر و بشریت فرستاده. خدا رو شکر میکنیم. و امشب شما عزیزا میزبانشون هستین انشاءالله که خدای مهربان چشماتون رو پر نور کنه. میدونم که از ساعت 1 نصف شب به آسمان کشور عزیزم ایران همه سرا بالا داره نگاه میکنه. فداتون بشم، خطاتون بگیریم و با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام به مینا جان و استادان کبیر، میهمانان عزیز ما، قدمتان در کف ما. فداتون بشم. لطف دارین عزیزم، بفرمایید عزیز جانم. مینا جان اجازه میدین یه دو خط شعر رو بخونم؟ بفرمایید خانم، بفرمایید عزیزم جانم، بفرمایید.
قربونت برم. باز استادان گرامی با دعاها با گهرهای فراوان میرسد از سوی جانان روز آسمان ایران تا کند ما را کمی شاد با بشارتهای ایمان. از کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ از معجزه ها؟ خانم فاطمه از آذربایجان عروسی دخترش بود، همسایه نظری آورد. تعجب کرد که چرا نظری آورده شب عروسی برای عروس و داماد. درست. من هفت خانه دادم و باید از عروس و داماد این نظری رو بخورد. همین که نظری خورد، عروس و داماد شروع کردن به پرخاشگری. عروس با خاطره عروسی با خاطره بد تمام شد. و این به خانواده به هم متلک میگفتن. وقتی که این نظری خورد، سه ماه بعد مادرش گفت چرا دختر من داره مثل یخ آب میشه. وقتی که آینه تهیه شد از نور الهی و استادان گرامی و کبیر این تلسم برطرف شد و به همسایه وقتی گفتن چرا این کار رو کردی، همسایه میلردید روی پاش و میگفت چون دختر شما عاشق است. بازم از لطف الهی دعاهای استادان عزیز و مینای عزیزم که تشکر میکنیم گنجینه به دست آوردن و از طریق نور الهی بیش از 3 میلیون دلار ارزش داشت که برای عروس دامادم کافی بود. زنده باشی، مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای خانم؟ برکت بشی. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگیت. خدا یارو نگه داره. باور کن منم عشق شوق هم شوق دارم اینجوری میریزم. خیلی منتظری نجام. خدا یار نگهدارتون عزیزمی. الهی که خدای مهربان به تک تکتون پروردگار من هدیه کنه سلامتی و آرامش و نازنینای من. خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم از نورش. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام مینا خانم. سلام عزیزم، حال شما خوبیم؟ بفرمایید. قربونتون برم. زنده بشی عزیزم. ادب و احترام دارم. زنده بشی گل جانم. استاد عزیزم بفرمایید. مقدم استادای عزیزمون رو گرامی می‌دارم به گفتم. لطف داری عزیزم. از خدمت همه دوستانشون تبریک عرض می‌کنم. خداتون بشم جانم. خواهشم. از کشور عزیزم ایران تماس می‌گیرم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ بله. عبادت برای جعفر، نام پدر عباس. معجزه ها. بله، از معجزه های قدرت پنهان گیتی خانم عزیزمون بودن که ناراحتی قلبی داشتن، با لطف خدای مهربان و عبادت هفت استاد عزیز شفا گرفتن. خدا رو شکر میکنیم. دیگه چی میدونی خانم؟ دیگه فرزان خانم عزیز بودن که به لطف خدای مهربان و عبادت هفت استاد عزیزمون به گنجینه دست یافتن و برای تشکر از لطف پروردگار تصمیم گرفتن که دیه هفت زندانی توی تهران رو بپردازن. درست. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای نازنینم؟ برای برکت گشای عزیزم. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگیت عزیز. خدا یار و نگهدارتون. روی ماهتون میبوسم عزیزم. خدا نگهدار. خدا حافظ عزیزم. عزیزای من، گلای من، باسم عرض کنیم خدمتتون در یه دونه از چیزایی که تو این شب عزیز میخواین عبادت کنین، آرزو کنیتون نازنینای من، اینم چیز بسیار مهمیه. ازتون خواهش میکنم وقتی که توی آسمون، توی ابرا احساس میکنین که استادا رو دیدین، از خدای مهربان بخواین، از پروردگار بخواین که نازنینای من تلسم سیاه کسی نتونه به خونه هاتون بیاری. از خدای مهربان اون موقع تقاضا کنین که پروردگارم انشاءالله کسانی که حالا از روح حسادت، از روح دشمنی متاسفانه نازنینای من گرفتار جادو میکنن خانواده ها رو، از خدای مهربان تقاضا کنین که از زندگیاتون دور باشه. اینا عبادت هاییه که خیلیاتون زنگ زدین گفتیم ما چی آرزو کنیم، ولی اینا چیزاییه که نازنینای من کلیه و اینا چیزاییه که در زندگی ها نازنینم وقتی تلسم سیاه نباشه، وقتی خیلی از مشکلات قبول کنین که نیست، وقتی خیلی از عزیزانمون کدومشو بگیم نازنینای من، خیلی از عزیزانمون آلوده به مواد مخدر هستن به این دلیل که گرفتار تلسم سیاه هستن و خیلی از عزیزانمون هستن که در این دنیا دارن زندگی میکنن و متاسفانه حسرت پدر شدن یا مادر شدن در قلبشون موند، موهای سرشون سفید شد به این دلیل که گرفتار تلسم سیاه بودن و خیلی از عزیزانمون
شد که نازنینای من تمام حسرت‌هاشون در دلشون مون، چون متاسفانه گرفتار جادو بودن. بس عزیزای من، جادو متاسفانه ضررهای بسیار زیادی تو زندگی میزنه. راجع به این مسئله فکر کنید، عبادت کنید. وقتی که یه دون از آرزواتون سعی کنید این باشه. بسیاری از خانواده ها رو میشناسیم، میدونیم که نازنینای من به گنجینه ها دسترسی پیدا کردن، ولی به خاطر اینکه گنجینه هاشون به دست بیاد باید از خیلی چیزا زمانشو باید قبول میکردن که طولانی تر باشه. به این دلیل که تمام جادوهایی که تو زندگیشون براشون انجام شده، نازنینای من، خدایی نکرده مرگ و میر پیش نیاد. در نظر بگیرین که جادو چه کارایی با زندگی ها، با خانواده ها متاسفانه نمی کنه. انشاءالله که شما عزیزای من، شما گلای من، اینها رم در این روز شب مقدس البته سعی کنین جز به آرزواتون اینها رم عنوان کنین. خطی بگیریم با شما عزیزا باش. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. سلام و تعظیم. سلام، فداتون بشم. خدمت خواهر والا مقام و استادان عزیز. قربونتون برم. لطف دارین عزیزم. جون دلم. بفرمایید. من به شما تبریک میگم که میزبانیتون عزیزای من. قربونتون. خانم مددی، از صبح تا حالا من در حال خوش عبادی هستم. الهی شد. الهی شد. الهی شد. با آب و گلاب و عبادت خودم رو منزه کردم. بالکنم رو با شمع و روزای سفید و نقل و قرآن تزیین کردم. فداتون بشم. زنده باشی. انشاءالله از اون نقلاتون ما چند تا بخوریم با اجازتون. من با اجازتون برای این نیت کردم که انشاءالله چون کام من شیرین شده به هر کسی که میرسم یک دونه هدیه بدم که کام همه شیرین بشه. انشاءالله. با امید خدا. با امید خدا عزیزم. جان دلم بفرمایید خانمم. کشور عزیزم ایران؟ نه، از آلمان خدمت شما زنگ زدم. معذرت میخوام. معذرت میخوام خانم گلم. عرض میخوام. بفرمایید. خواهش میکنم. التماس و تقاضای دعا دارم برای لیلا. نام پدر علی. بله. بله. از معجزات قدرت پنهان آقای اصغر عزیز 29 ساله. بله. که دو روز بود به ظاهر فوت شده بودن. بله. و دفن شده بودن. خواهر عزیزشون از قدرت پنهان و استادان عزیز خواهش میکنن. بله. که با روح برادر عزیزشون در ارتباط باشن. بله. اما تا 90 روز استادان عزیز با روح میت در ارتباط نمیشون تا اینکه کسی که فوت کرده خانه اصلی خودش رو قبول کنه. خواهر عزیزشون خواهش میکنن از استادان که ببینن بر زندگی او چه میگذره. لطف نور الهی دعا و عبادت استادان عزیز. استادان میفرماین برادر تو زنده است و خواهرشون بالاخره موفق به نبش قبض میشوند و به لطف نور الهی اصغر عزیز زندگی دوباره میگیرد. و اصغر عزیز میخواد چند روز تنها بماند و به ساعاتی که در زیر خاک بود فکر کند. شکر پروردگار و انشاءالله برای هیچ کس پیش نیاید. الهی عزیزم، الهی لطف پروردگار هرگز برای کسی پیش نیاید. جان دلم، عبادت برای چی میخوای خانمم؟ برای برکت گشایی. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه نازنینم. و سپاسگزاریم از لطف خدای مهربان که میزبانای مثل شما عزیزا داره. ممنونیم از لطف پروردگار. آره خانم. و ما شکرگزاریم که شما رو داریم خانم مددی. خودتون برم لطف. باور نمی‌کنید. من فکر می‌کنم نه من تنها، تمام ایرانیا فکر می‌کنم که همه ما واقعاً نمی‌دونیم با چه زبانی از پروردگار برای وجود شما ما تشکر و قدردانی کنیم. واقعاً خداوند بس ما رو چقدر دوست داشت که شما رو به ما هدیه داد. عزیزم فداتون بشم. نور چشمای منید. هر جای دنیا که هستید نور چشمای منید. عزیز منید. خدا یار و نگهدارتون. خدا حافظ شما. خدا حافظ. شالله که موفق و معین باشید عزیزایی. بنام شما بکنم من رفتم پشت کنم. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. باید سلام به خانم مینا مددی. سلام بردارم. استاد عزیز. حال شما خوبی؟ بفرمی. ورود استاد عزیز به کشور از ایران و خیر مقدم میگم. زنده بشین. ممنونم از لطفتون. یه ذره واضح تر با همون صحبت کنی خواهش میکنم. از کشور عزیزم ایران تماسی. بله. کشور عزیزم ایران. بله.
التماس دعا دارم. آقای محترم منتظرمون نذارین، شما یه دفعه هم اومدین رو خط من قطعتون کردم. التماس از خاطرم نرفته. به نام خیرالله. بله. نام پدر عزیز. ام معجزه ها 1500 نفر از زاهدان و 3200 نفر از آمستردام که معتاد بودن به لطف نور الهی و عبادت هفت استاد عزیز شفا پیدا کرد. مرسی برادرم. عبادت برای چی میخوای؟ برای برکت گشایی. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگیتون. خدا یارو نگهدارتون. محبت کنی دست پر محبت رو برام بالا. چشم عزیز. خدا نگهدار. مرسی خیلی ممنون. خدا خدا بس. خدای مهربان سلامتی آرامش برکت مهر و محبت و هدیه کنه به عزیز. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. با عرض سلام خدمت سرکار خانم مددی شوهر عزیز بزرگوارم و اساتید محترم. حالتون خوب الحمدلله. متشکرم ممنونم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ سمیران. سمیران نام پدر کریم. ام معجزه ها عزیزم. آقا مصطفی برادر عزیز که مهندس هستن و به مدت 4 سال بیگناه در زندان بودن. بله. دوستانشون برای آقا مصطفی درخواست عبادت 3 ساعته کردن. آینه تهیه شد و عبادت 3 ساعته انجام شد. به لطف نور الهی و دعای 7 استاد عزیز به طور معجزه‌آسا آزاد شدن. تبریک بهشون میگم. خیلی خوشحال شدم. فداتون بشم نظر... لطفه. زنده باشید. نظر خواسته بودن خانم مددی میتونم نظرمو بگم؟ خانمم اجازه بفرمایید من تموم شم. عبادت برای چی میخوای؟ برکت گشایی. خدای مهربان برکت تو زندگی هدیه کنه بهت. یه ذره هم صبوری البته. نه؟ خب متشکرم. بفرمایید خانم. بفرمایید جانم. خواهش میکنم. من به این برادر عزیزم تبریک میگم و اینکه اگر که توی ایران زندگی بکنن بهتر هستش. نیت دوستانشون رو در نظر بگیرن که دوستان ایشون برای اینکه توی پروژه ها کمکشون کنن آینه تهیه کردن و درخواست عبادت گرفتن که به مملکت کمک بکنن. حالا ان شاءالله که خیره. هر چیزی که ان شاءالله خیره براشون. ممنونم از لطفتون. سپاسگزارم. زنده باشی. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. بارو سلام خسته نباشید. سلام خانمم حال شما خوبی؟ عزیزم. زنده باشی عزیزم جانم. از کشور عزیزم ایران زنگ زنم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ به نام مادر طاهره. هم معجزه ها بفرمایید. آقای هرمز که با ارواح خبیثه درگیر بودن. بله. به لطف خدا و دعای 7 استاد عزیز گرامی جان دوباره گرفتن و مبلغی به ارزش 2,000,000 دلار بیمارستان تهران برای تجهیزات پزشکی هدیه کردم. عبادت برای چی میخوای خانمم؟ برکت باشه این خانم. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگیتون. زنده باشید. امشب چه شبیه خانمم؟ چیزی راجب امشب جانم. میدونی؟ جانم میگم چیزی راجب امشب چیزی میدونی یا نمیدونی؟ بله بله الان میگم خدمتون. نه خانم ما خیلی خیلی خوشحالیم. یعنی کل خانواده حقیقتا یک هفته که تو پوست خودمون نمی گنجیم به خصوص امروز. نلاش. امروز کاملا آماده شدیم. شم آماده کردیم. گلاب آماده کردیم. انشالله که موفق باشیم. لباس سفید پوشیدیم. زنده باشید. مرسی. زنده باشید. میگم خیلی خیلی خوشحالیم. فقط یه گوشه دل ما یه خورده غمگینه. اونم به خاطر که شما رو نمیتونیم ببینیم اینجا. یه روزی میام. یه روزی مطمئن باشید. مطمئن باشید اینا دست از سر ما بردارن. مهره ما رفسانه ای رو نخواهیم. فرداش من ایرانم. مطمئن باشید. فداتون بخواهم جان دلم. مینا خانم وقتی دست هایم که تو را دوست دارد که تو نمیرسد با دعاهایم تو را در آغوش میگیرم. خدات بشم. زنده باشید. منم همینطور. منم همینطور عزیزم. میبوسم به خدا یارو نگه. دست پر مهرتون هم برای من بالا ببرید مینا خانم. خدا یارو نگهدار. خدا حافظتون بکنم. خدا نگهدار. خدا سعیزم. خدای مهربان سلامتی آرامش و برکت رو هدیه کنه بهت نازنینم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. الو سلام خسته نباشید. زنده باشی عزیزم. حالتون خوبه؟ بفرمایید. مرسی قربون شما. جانم دوستان عزیزم به کشور عزیزم ایران خوش آمد میگم. قربونتون برم. لطف دارین عزیزم. لطف دارین فداتون بشم. جانم کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ عبادت به نام محمد. بله. مادر خانم ننه. ام معجزه ها
از ماستان که خورشید خانم عزیز و کودکی پدرشون از دست داده بودن که از 5 سالگی در خواب میگذن که پدرشون یه چیزی میخواد به بده هست که وقت میخواد بگیره اونو از خواب بیدار میشه. بله. به استادان عزیز آینه تهیه کرد. استادان عزیز دیدن که پدرش که میخواد اون چیزی که به اون بده گنجینه است که به لطف نور الهی و دعای هفت استاد عزیز به گنجینه دست یافت و هزینه 20 بسته خیابانی را به عهده گرفت. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخواد؟ برای برکت کشوی مینه. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگیتون. خدا یارو نگهدارتون. پر برکت من برم بالا ببرید. ممنون. چشم عزیزم. خدا یارو نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خدای مهربان سلامتی و آرامش و برکت و هدیه کنه بهت نازنینم. عزیزای من، گلای من، باسم اجازه بدین ما براتون این اطلاعاتی هم این اطلاعاتی که بهمون میدن اینا رو براتون بخونیم و شما عزیزا بی خبر نباشیتون. شما عزیزانی که در موقع عبادت احساس میکنید انگار یک کسی دست کشید رو سرتون نازنینم و ممکنه برگردی ببینی نه چه کسی اصلا کسی نیست، ممکنه تنها ایستادی و داری ابرار رو نگاه میکنی، قدرت خدای مهربان رو داری نگاه میکنی و احساس کنی که انگار یه کسی نازت کرد نازنینم، اون هم میتونی متوجه باشی که بله برای یه لحظه خوش و سعادتت که تو نوازش نور الهی رو گرفتی. انشاءالله شما عزیزای من اینا رو هم متوجه باشین. و خانم فزه رو داریم از کشور عزیزمون ایران و از زابل. میفرماین که من تصمیم گرفتم به نیت هفت استاد نازنین، چون خواهر گلمون در زابل جزو کسانی بود که به گنجینه دسترسی پیدا کرده نازنینای من، و البته اینم عرض کنم خدمتون فکر نکنین در زابل به گنجینه دسترسی پیدا کرد، خواهر عزیزمون اهل زابل هستن و نازنین من فرمودن که برای به اسم هفت استاد نازنین هفت تا بچه رو زیر پوشش میخوام بگیرم و بچه ها رو میبینیم که تا حتی در گوشه کنار کشور عزیزم ایران میبینیم که بچه ها کم شدن، بچه ها خیابونی رو داریم میگیم، و من هم مسئولیت هفتاشون رو میخوام به عهده بگیرم و تا حتی ببرم در خونه خودم. بعد اینکه من به گنجینه دسترسی پیدا کردم، میگه برای خیلی ها میدونیم نازنینای من، میگه برای تا حتی برای بیمارستان زابلم بی اطلاع نیستیم که کمک بسیاری کرد، و میگیم که خانم فز دستتو میبوسم، سپاسگزارم از لطفت، و الانم داری هفت تا بچه رو دوباره میگیری، ممنونم. و خانم فزه جزو کسانی بودن که عزیزای من قبل از اینکه سرمایه گذاری کنه به گنجینه دسترسی پیدا کنه، جزو کسانی بود که اولا که این خانم دبیر هستن در زابل و البته الان بازنشسته هستن، اینم عرض کنم خدمتتون. و خواهر نازنینمون میگفت من کشور هند یا کشورهای محروم رو دیدم، برای تحقیقات رفته بودم، ولی امیدوارم که خدای مهربان قدرت پنهان کمک کنه که کشور ما هم مثل هند و پاکستان و کشورهای محروم دیگه نشه که بچه ها رو دست و پاشون رو قطع کنن بریزن تو خیابون به این دلیل که بتونن، خدای نکرده با به دست آوردن پول چه بلاهایی که به سرشون میاد. و خانم فزه جزو کسانی بود که واقعا تلاش کرد به گنجینه دسترسی پیدا کرد، بعد این مثلا میشه گفتش که کمک بزرگی بود برای عزیزانمون، و تا حتی برای بیمارستان نازنینای من، برای بیمارستان زابلم خواهر عزیزمون فزه نازنین بسیار کمک کرد و میدونیم که چندین جاهایی رو آباد کرد، سعی کرد به خانواده ها برسه و خدا رو شکر میکنیم. خودش خانم فزه میگفت میرفتم ناشناس توی بازار یا جاهایی که میدونستم خانواده هایی بودن که میامدن تا حتی گوشت و عزیزای من، این مسئله بسیار دردناک چیزایی بود که خانم فزه با برای ما تا حتی اینو فیلم ورداری کرده بود برای ما فرستاده بود. نازنینای من این آسون نیست انسان ببینه و سعی میکنیم اینا رو نشون ندیم تو تلویزیون. نازنینای من شاید از این صحنه های دلخراش بسیاری شما عزیزای من به چشم میبینید، و خانم فزه میگفت نگاه کن که
چند تا خانواده رو فیلمبرداری کرده بود، بچه های کوچولو داشتن نازنینای من، از پشت قصابی گوشتا رو نگاه میکردم و بهش حسرت میخوردم. و میگه بدون این که خودم رو معرفی کنم، خب بله سعی کردم برای اون خانواده ها کمک باشم، دستش درد نکنه. سپاسگزاریم از لطف و محبتش و خدا رو شکر میکنیم که بازم امروز خانم فزه عزیز میشه گفتش که خدای مهربان و بیشتر و بیشتر یاد کرده، 7 بچه رو زیر پوشش قرار داده. خدا رو شکر میکنیم. انشاءالله شما عزیزای من تک تکتون آرزو میکنیم که وقتی به گنجینه ها تلاش کنین انشاءالله دسترسی پیدا کنین، و امیدوارم که هرچی بیشتر این گروهی که دارن تلاش میکنن نازنینای من، اول به خودشون کمک میکنن، ولی فراموش نکنید که هممون با هم میشیم، به این دلیل که هممون هدفمون یک جاست. عزیزای من، وقتی شما عزیزای من به گنجینه ها دسترسی پیدا میکنین، این مهم نیست که من کنار شما نیستم، استادا کنار شما نیستن، مهم اینه که هدفمون یک جاست. هدفمون اینه که بتونیم کمک باشیم برای محرومی. نازنینای من سپاسگزارم باستم، شما عزیزای من خیلیاتون هستین، از گوشه کنار از این کشور عزیزم ایران فیلمبرداری میکنین، میفرستین برامون و خبردار میشیم که واقعا در کشور عزیزم ایران چی داره میگذره. جایی تعصبه، جایی این هستش که انسان متاثر میشه که کشوری که نفت داره، کشوری که موقعیت بسیار خوبی داره عزیزای من، چرا باید فرزند ایرانی این چنین زندگی کنه؟ درد بزرگیه برام. ولی باسم خدا رو شکر میکنیم، پروردگار رو شکر میکنیم برای شما مهربونا. خیلیاتون هستین که من بسیار عزیزانمونو میبینم که تماس میگیرم برای سرمایه گذاری، سنای بسیاری دارن، سنا میشه گفت به سن پدران و مادران ما هستن عزیزا، و میگیم که سوال میکنیم ازشون. آخه برنامه علمی عبادی گفته کسانی که دوربرمون هستن یا به همون زنگ میزنن، با همون در ارتباطن، هممون یه فامیلی، و ازشون سوال میکنیم مثال شما گنجینه به دست بیاری میخوای چیکار کنی؟ میگه عمرم تبه شده، تموم شده و دلم میخواد کمک باشم، کمک بزرگی باشم برای محرومی. میبینیم که نازنینای من عاشقانه داره تلاش میکنه به گنجینه دسترسی پیدا کنه. بله، برای کمکم مسئله اولیش کمک به دیگران، اینها رو بسیار داریم و خیلی خانواده ها رو داریم که شکر خدای مهربان، شکر پروردگار. و یه مسئله دیگه ایرم برای شما عزیزا عنوان کنم که آقای به نام ناصر که برادر عزیزمون صاحب گنجینه شده و هر کاری که میخواد اول انجام بده برای خودش و خانوادهش زنگ میزنه و از ما صلاح مصلحت میکنه، و میبینیم که این نوع به اصطلاح صلاح مصلحت هم زیاد شده. اینو عرض میکنیم که نازنینای من، گلای من، شما هایی که به گنجینه ها دسترسی پیدا میکنی، میگیم مبارکتون باشه. همینی که با خدای خودتون، با لطف پروردگار نازنینای من، قولی که بین لطف خدای مهربان میدین، این کافیه که خودتون چی رو صلاح میدونید و انجام بدید. چیزی باشه که عزیزم خدای مهربان به پسنده، مطمئن باش تصمیم قشنگ و زیباییه، چون از طریق لطف پروردگار هرگز انسان تصمیم بد نمیگیره. بس خیلیاتون هستین زنگ میزنید و میگید که میخواییم مشورت کنیم، ولی نازنینای من انشاءالله به نفع احسن ازش استفاده کنین، هر چیزی رو که فکر میکنین خیره انشاءالله انجام بدین، چون به این دلیل که این همه عزیزانمون که به گنجینه دسترسی پیدا میکنن، خب متاسفانه باید بگیم وقت برای مشورت هم برامون مشکله. انشاءالله که مبارکتون باشه، خدا رو شکر میکنیم و انشاءالله که به بهترین موقعیت مصرفش کنیم. و خیلی از عزیزانمون هستن میگن که ما تازه متوجه میشیم که چه مأموریت بزرگی داریم وقتی به گنجینه ها دسترسی پیدا میکنیم. بله عزیزای من همینطور. نازنینای من، گلای من، ما برای چند دقیقه بریم و برگردیم در خدمت شما عزیزا باشیم. با اجازتون.